بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکته و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجب و عجب. خب الحمدلله در خدمت آیات قرآن هستیم و بر سر سفره قرآن کریم نشستیم و این نعمتی است که به سادگی مهیا نمیشه که انسان بر سر سفره قرآن کریم بنشیند و در اون بیندیشد و قصد عمل به اون رو داشته باشد. انشاءالله این سفره برای ما مستدام باشد، عامل به اون باشی، مبین اون اغراض قرآنی و آیات قرآنی باشیم، در وجودمون خلاصه تأثیر بگذارد، معلم قرآن باشیم، متعلم قرآنی باشیم. انشاءالله این نعمت رو قدر باید دونست و این سفره و معدوره الهی که سفره الهی است و محل ادب شدن است برامون بچیده نشه، همیشه گسترده باز برامون نمیمونه. دوره‌ای و برهه‌ای برای انسان گاهی این سفره ها باز میشه و تا چشم به هم بزنه بچیده میشه، حالا تا یا اشتغالات متعددی پیش میاد یا اینکه کارهای دیگری یا اینکه فتور و در حقیقت سستی در وجود انسان، به هر دلیلی این سفره ها دائمی نیست برای هیچ کس، اما حواسمون باشه که حجاب عادت و آمدن و رفتن باعث نشه که از این نعمت غافل باشیم که بر سر سفره الهی نشستیم، اون هم عظیمترین نعمتی که خدای تعالی برای ما ارزانی کرده، مستقیم ترین نعمت، بی حجاب ترین نعمت که خدای تعالی تجلی کرده در اون تجلی تامش، در این کلامش و ما رو بر این سفره و این تجلی تامش دعوت کرده و خواسته به در حقیقت از اون بهره ببریم. نزدیکترین، بی فاصله ترین، بی حجاب ترین در حقیقت اون حقایقی است که خدای تعالی برای ما قرار داده، چون ما دستمون الان از حضرات معصومین کوتاهه، از انبیاء گرامی کوتاهه به ظاهر، اما در خدمت قرآن کریم هستیم. همونجوری که اگر یادتون باشه جلسه اولم عرض کردم که حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه میفرمودند که خدای تعالی برای شیعه سری قرار داده که اون سر این است که فرمودند که انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی، که این دوتا که اینها از هم جدا نمیشند مگر در حوض بر من وارد بشن. ایشون میفرمودند اگر هر جا یکی از این دو باشد دیگری هست، هر جا یکی از این دو باشد به قرینه این روایت که میفرمودند اینها از هم جدا شدنی نیستند تا بر حوض بر من وارد شن، هر جا یکی از این دو باشد دیگری هست قطعاً. و این سر شیعه است که می‌یابد امام معصومی رو که به ظاهر غائب است در سر سفره قرآن کریم این حقیقت متحد رو می‌یابد و یافتنی است و هست، نه توهم باشه. ایشون می‌فرمود این سری از اسرار شیعه است که جبران شده است، جبران شده است، یعنی اونی که به ظاهر غائب است با در حقیقت تمسک به این که حاضر است اون جبران شده است، رسیدنی است، یافتنی است. لذا این راه راه عظیمی است، الان راه منحصری است این سفره الهی که برای ما پهن و گسترده شده. قدر این سفره رو بدونیم، حجاب عادت غافل نکنه ما رو. بر سر سفره آیات 135 تا 141 سوره بقره بودیم که در ضمن آیات فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا و این تولاو فا انما هم فی شقاق فسیکفی کمولا و هو السمیع العلیم، که نمیدونم آیه تمام شد یا آیه تتمه ازش واقعی مون. تمام شد فسیکفی کمولا، هیچ مثل که واقعی مون. این که میفرماید که اگر در حقیقت فا این آمنو به مثل ما آمنتون به، اگر ایمان بیارند به
به مثل اون چی که شما ایمان آورده اید، این در حقیقت فقط اهتدا و اینها هم هدایت شدن، یعنی اهل کتاب سلام علیکم. اگر ایمان بیارن به مثل اون چی که شما ایمان آورده اید که اون ایمان شما به اون حقیقت اسلامی بود که ابراهیم پایه‌گذاری کرده بود و بقیه انبیا تابع اون در حقیقت حقیقت اسلام بودن، اگر اینها هم ایمان بیارن به مثل ما آمنتم به، اینجا می‌فرماید فقط اهتدا و این تولوا، اما اگر پشت کردن و ایمان نیاوردن اهل کتاب، فانما هم فی شقاق. این انما هم فی شقاق تعلیله، خیلی تعبیر بلندیه. هر کسی که سبب شقاق باشد، نفاق، شقاق، نفاق، جدایی، شق شق شدن، تک تک کردن، هر کسی که سبب شقاق باشد، این شق کردن، جدا شدن از چی؟ شق شدن، جدا شدن از چی؟ آیا هر شق شدنی، جدا شدنی باطل بده؟ آیا اگر پیغمبر اسلام تشریف آوردن، انبیا تشریف آوردن، بعد از این آمدن انبیا، امتها و مردم به دو دسته شدن، مؤمنین به این نبی و جدا شدگان از این نبی، اهل هدایت و ضلالت، اینم یه شقه، اینم یه تقسیمه، اما این تقسیم باطل نیست؟ این تقسیم و این شقاق در حقیقت چیه؟ اینجا که به عنوان شقاق مطلق میاره، میفرماید که فانما هم فی شقاق، یعنی تو نظام ایمان، تو نظام فطرت، تو نظام حقیقت اینا شقاق ایجاد کردن. شقاق تو حقیقت، شقاق تو ایمان اینا ایجاد کردن. فان تولوا فانما هم فی شقاق. هر کسی تو نظام حقیقت، هر کسی تو نظام ایمان شقاق ایجاد کنه، شق شق کند، دست دست بکند، این در حقیقت معاقب است. در آیات متعددی در قرآن کریم شقاق رو در حقیقت جزء کسانی قرار داده که حبط عمل میشن. اهل شقاق اهل حبط عمل هست، یعنی حبط عمل برای اونها قطعی است. اگر اهل شقاق شدن، اعمال سابق اونها حبط میشه. خب کی اعمال سابقش حبط میشه؟ کسی که ایمانی داشته و عمل صالحی بوده. پس معلوم میشه که این شقاقی که در اینجا اومده بین اهل ایمانه، که معنی میده که این شقاق سبب حبط بشه، و الا کسی که اهل شرکه، اهل کفره، شقاق که نسبت به اون معنا نمیده که حبط بخواد معنا بده. اون شقاق بین اهل ایمان و کفر که ممدوحه، اون شقاقی مذموم است که بین اهل ایمان ایجاد میشه. حالا این اهل ایمان به معنای وسیعش، اهل ایمانی که تابع این انبیا باشن اب نداره، اهل ایمانی که تابع انبیا باشن، که این اهل ایمان اگر پذیرفتن و هدایت شدن که خب فبه المراد، اما اگر اینها هدایت نشدن، اینها اهل شقاقن، دو جهت بیشتر نداره، یا هدایت یا اهل شقاق. اگر قبول کردن و پذیرفتن اهتدوا، اگر نپذیرفتن فان تولوا و چی؟ و اینها انما هم فی شقاق، اینها در حالت شق کردن و نفاق و جدایی و دست دست کردنن، و سرنوشت اونهایی که دست دست کردنن چی هستش؟ فسیکفیکهم الله. اگر در حقیقت کسی اهل شقاق باشد، دیگه آیه اهل شقاق رو که علت میشه برای تمام اون چی که برای اهل شقاق در آیات مختلف آمده، به صورت مطلق اینا اهل شقاق هست. و اهل شقاق چون دارن بین اهل ایمان دو دستگی و چند دستگی ایجاد میکنن، خدا تعالی قول داده که کفایت بکنن چی را؟ کفایت بکنن اهل ایمان را، و نسبت به اونها، یعنی دو جهت داره این فسیکفیکهم الله. سیکفیکهم الله نسبت به مؤمنی پشتیبانی است، نسبت به اهل شقا در هم کوبیدنه و عذاب علیمه. پس فسیکفیکهم الله، خدای تعالی کفایت میکنن ایشون رو. و دارد که وقتی که اینها نسبت به اهل ایمان موضع گیری تند گرفتن، این موضع گیری تند و پشت کردن اینها یه خوفی در دل اهل ایمان ایجاد کرد که خب تعداد اونها خیلی زیاد بود و تعداد اهل ایمان خیلی کم بود. این خدای تعالی با این آیه فسیکفیکهم الله، که خیالتون راحت باشه که اینها با همه کثرتشون، با همه توانایی هاشون، خدا در حقیقت در مقابلشونه و خدا پشتیبان شماست. این یک امید به اهل ایمانه، یک اخطار به اهل شقاقه. فسیکفیکهم الله، که خدا اونم سیکفیکهم الله
الله، ولی با تمام اون حقیقت الوهیت در مقابل چی هستش؟ در مقابل اینها قرار میگیره. این سیکفیکهم الله یه سنت الهی است. اهل شقاق به زلالت و در حقیقت حبت عمل مبتلا میشن و نار موعدشونه، یه سنت، اینا سنت های الهی است. لذا قطعه قطعه میان فانما هم فی شقاق، اینها در شقاق هست، یعنی که انه حکم اهل شقاق چی هستش؟ روشنه. اما برای خاطر اینکه دل اهل ایمان هم در اینجا محکم تر بشه، سنت دیگری از سنن الهی رو چکار میکند؟ بیان میکند که اگر کسی به ناحق در مقابل اهل ایمان قطع علم بکند، فسیکفیکهم الله، خدای تعالی وعده داده که کفایت بکند اهل ایمان را نسبت به شر اونها. بله. مشرکین دعوت به اینکه در حقیقت بیایید اون دین آجون بالا را دیگه داره میبینید، قالو کونو بودن با نصارا، خطاب معلومه با کیست؟ با یهود و نصاراست. قالو کونو بودن او نصارا تحتت و قلب الملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین، که ابراهیم از مشرکین نبود. قولو آمنا بالله و ما انزل الی، همه اینها در حقیقت خطاب با کیه؟ با کسانی است که اصل انبیا رو قبول کرده بودن، منتها چی بودن؟ نبی ختمی رو قبول نداشتن، یا خواستن بگن ابراهیم در حقیقت و بعد ابراهیم در دین عیسی و موسی هستن. لذا صحبت با صحبت کی هستش؟ اهل ایمانه، منتها اهل ایمانی که با انبیای مختلف بودن. خطاب در اینجاست، اینجا هم خطاب به هموناست که میفرماید که فان آمنوا بمثل ما آمنتم به، که تعبیرش گذشته به مثل چقدر اینجا جالبه، فقط اهتدوا و ان تولوا، اما اگر پشت کردن و ایمانی که مناسب ایمان اهل ایمان نیاوردن، این ایمان بعد ایمانه، یعنی اون ایمان قبل رو داشتن اینها، درسته؟ ایمان بالاتر که گفت ملاک هفت و ایمان شما هم هست، اما بیایید به اون حق و حقانیت در حقیقت همه به او در حقیقت قبول ایمان بکنیم. اگر اینها اینو قبول نکردن، انما هم فی شقاق، اینا در صدد نفاق و نقار و جدایی هستن، و اگر در صدد جدایی هستن، اهل شقاق عملشون در حقیقت حبته و عملی از اونها باقی نمیمونه و خدای تعالی هم سنت کفایت در مورد اهل شقاق رو وعده داده که اونها به نتیجه نخواهد رسید و اونها در حقیقت شرشون کنده خواهد شد. فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم، که این هم شقاق یه بیان سنت الهی است که اگر کسی اهل شقاق شد، سنت الهی در مورد اهل شقاق چیه خوب معلومه دیگه، بیان نکرده، فقط فرمود فانما هم فی شقاق، توف میفرماد فی شقاقن، یعنی اهل شقاق سرنوشتشون و آنچه که مربوط به ایناس روشنه، که در آیات متعددی این بحث رو فرموده که حالا اگر آیاتش رو رجوع بکنید، آیاتش متعدده، حالا من بعضیش رو اینجا نوشتم اگر یه موقع پیدا بکنم، که بعضی از آیات اهل شقاق رو میفرماید، مثلا فانما هم فی شقاق که اینجاست، یا میفرماید من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نصله جهنم و ساعت مسیرا. این وعده به اهل شقاقه، که در حقیقت این پشت کردنش دنبالش نصله جهنمه و ساعت مسیراست. یا میفرماید ذالک به انهم شاق الله و رسوله و من یشاقق الله و رسوله فان الله شدید العقاب. این در حقیقت وعده به دیگه اینجا نیورده، فقط فرمود انما هم فی شقاق و سرگذشت اهل شقاق در آیات متعددی در مورد اهل شقاق روشنه. بعد میفرماید فسیکفیکهم الله، که سیکفیکهم الله هم یه بیان مژده ای است به مؤمنین که شما از قلت عدد و تنهاییتون نترسید. این سنت الهی است که خدای قادر در حقیقت عالم قدیر محیط همه این صفات الهی همه در پشت در حقیقت حرکت اهل ایمانه. اگر انسان باور به این داشته باشه دیگه، تا در حقیقت این خطاب الهی بیاد که سیکفیکهم الله، خدا کفایت میکند ایشان را که شرشون رو کم کنه از سر شما، برای انسان کفایت میکنه. اگر
به ما یه در حقیقت کس مقتدری وعده بده که تو حرکت بکن، من هر چی که مانع سر راهت برطرف میکنم باور داشته باشی به راحتی حرکت میکنی. اینجا خدای تعالی داره وعده میده که پس یک فیک ملا، خدا در موارد اهل شقاق کفایت میکند، در حقیقت اینکه موانع اونها رو از سر راه بردارد و پشتیبانیش از شما داشته باشد، درسته؟ ولی این باور اگر بیاد انسان حرکت میکنه که همون تعبیر روایت زیبا که ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیت، که اون نیت ارتباط با خداست. خب به خاطر اینکه اینها وعده به اصطلاح مقابله های شدید داده بودن، خدای تعالی هم وعده به کفایت مختلف میده که در آینده دائما اینها در صدد مقابله با شما هستن، خدای تعالی هم دائما در صدد حل در حقیقت برداشتن موانع وجود اینها. لذا اینها از حالا به بعد که شقاق ایجاد میشه دنبال چی هستن؟ دنبال مانع تراشی هستن. خدا هم وعده داده که تمام موانع، نه موانع الان رو فقط، بلکه هر مانعی در راه شما بخوان وجود بیارن، خدا تعالی سیفیکهم الله، خدا کفایت میکنه. این در حقیقت آیه خیلی هر دو جهتش بله. حالا مصادیق متعدد داره، فقط سقیفه نبوده، این تو ابتدای اسلام هم هست، تو ابتدای اسلام با یهود و نصارا است، الان خطاب با یهود و نصارا است. اگر در بعد از اسلام هم عده‌ای از مسلمان ها هم شقاق ایجاد کنن، حتی اگر ظاهر اسلام داشته باشن ولی شقاق ایجاد کنن، این حکم ساریه. امروز هم اگر کسی در حقیقت شقاق ایجاد کنن، این حکم ساریه. یعنی این حکم نسبت به مؤمنین، چه مؤمنین خاص به دین اسلام، چه مؤمنین خاص عام در حقیقت بشی به ادیان ابراهیمی، هر کسی در حقیقت پشت بکنن و سبب شقاق بشه در اون حیطه‌ای که اشتراک هست، سبب شقاق بشه، این به همون نسبت چی هستش؟ اِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ شامل حالش میشه، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ هم شامل حالش میشه، هر دو سنت الهی شامل حالش میشه. لذا نسبت به من و شما هم ممکنه توی یه مورد خاص، منتها ابتلا نسبت به اونجایی که شقاق اجتماعی میشه یه حکمی است، شقاق تو معرفت و مباحث احکام و معارف عمیق ایجاد میشه، شقاق در حقیقت فوق زمان میشه، در طول زمان میشه، یه حکمی داره. یه موقع از شقاق یکی هم فردیه، اِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ هم فردیه، این داره نقار ایجاد میکنه اما خودش رو داره جدا، این هم به همین نسبت شامل آیه شامل حالش میشه، منتها خب نسبت ها محفوظه دیگه، مراتبش محفوظه. پس اینجور نیستش که اختصاص به حکمی داشته باشه یا نسبت به حکم بخواه. بله بعضی مصادیق واضح تر میشن، بعضی مصادیق ممکنه مصادیق واضح تر میشن چون آثارشون شدید تره. لذا خدای تعالی وعده داده که اینها رو در هم میکوبه، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. این در حقیقت میفرماید که قول و تعالی فی شقاق، اشقاق و النفاق و المنازعه و المشاجره و الافتراق، هر کدوم از اینا یه مصداقی پیدا میکنه. قول و تعالی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَعْدٌ لِرَسُولِ اللَّهُ بِالنُّصْرَةِ عَلَيْهِمْ، وعده داده، این وعده به رسول خدا که سیکفیکر تو را، درسته؟ نسبت به اونها، این نسبت به رسول خدا بیان سنت الهی است، نه اینکه این اختصاص به رسول خدا داشته باشد، بیان سنت الهی است که در مورد حیله اینها نسبت به نبی ختمی داره میفرماید، در مورد اونچه که دین نبی ختمی هست نسبت به آینده هم همین سیکفیکهم الله صادق است، به عنوان اینکه این دین نبی ختمیه و نسبت به مؤمنینه. وعد لرسول الله بالنصرة علیهم و قد انجز وعده و سیتم هذه النعمه للامه الاسلامیه، همین نعمت برای امت اسلامی هم چی هستش؟ به زودی تمام خواهد شد، اذا شاء خدای تعالی. و علم ان الايه، البته در اینجا معترضه بین الايتين السابقه و اللاحقه، که این در حقیقت قبلا بحث گفتگوی مستقیم با یهود و نصارا بود و بعدم در حقیقت نسبت به اون، اینجا یک نتیجه گیری و یک تهدیده که این تهدید در حقیقت گفتگوی مستقیم نیست، لذا بعضی گفتن جمله معترضه است، جمله معترضه است که ممکنه در حقیقت مثل یک پرانتز باز شده در بین آیات قبل و بعد. بعضی هم خواستن بچه ارتباط ایجاد بکنن، خواستن بگن میشه ارتباط ایجاد کرد، در این حال بی ارتباط مست قطعا نیست، حتی اگر به نحو جمله معترضه باشه، اگر هم بچه ارتباط هم پیدا بشه که بعضی ذکر کردن، میشه در حقیقت این بچه ارتباط رو هم گرفت و جمله رو معترضه نگرفت. حالا ذکر کردن دوستان میتونن
رجوع به اون بچه ارتباطان بکنن. میفرماید قول و تعالی آیه بعدی سبقت الله و من احسن من الله سبقه، چقدر تعبیر زیبا و قشنگه. آیه میفرماید سبقت الله و من احسن من الله سبقتن و نحن له عابدون. سبقت الله رنگ خدایی، سبقت الله رنگ خدایی چه رنگیه؟ چه رنگیه؟ رنگ در حقیقت اطلاقی، رنگ اطلاقی که همه رنگ ها در حقیقت ظهور و تجلی او میتونن باشن، منتها نه به نحوه به شرط شه، یعنی در حقیقت این رنگ به این شرط، اون رنگ به این شرط، که خواستن ازش پلورالیست رو استفاده بکنن که بگن در حقیقت رنگ الهی سازگار با همه رنگ هاست. سبغت الله و من احسن من الله سبغه، این من احسن معنای در مقابل حسن نیست، احسن و تعیینیه، یعنی میخواد بگه که این فقط رنگ و من احسن و به معنای در مقابل حسن نیست، که این رنگ احسنه، رنگ دیگه حسنه، این بهتره، زیباتره، او زیباست، نه اینجوری نیست. و من احسن و در حقیقت نسبت به خدای تعالی هر چیزی که به نفع افعال و تفصیل به کار برده میشه، تو نگاه اول افعال و تفصیله، بعد تو نگاه دقیق افعال و تفصیل در اونجا راه ندارد، چون لیس کمثلهی شی قابل قیاس نیست اصلا، بس که بخواد قیاس بشه. هر رنگی در مقابل این رنگ البته غلطه، لذا او احسن، اون حسن نیست در مقابل این احسن، لذا احسن من الله سبقه رنگ الهی، که هر رنگی که اون به رنگ اطلاقی یا به تعبیری به اون بیرنگی که در حقیقت حقیقت رنگه، به اون بیرنگی که حقیقت رنگه، اگر کسی به او متصف شد، او در حقیقت بهترین رنگه. بهترین رنگ چی هستش؟ رنگ الهی تسلیم مطلق بودن که دین حنیف بود، که نحن له مسلمون بود قبلا بیان کرد تو آیه قبل، که ما در مقام اسلام و تسلیم محضیم. پس حقیقت سبقت الله چی هستش؟ تسلیم محض شدنه. چرا رنگ های دیگه رنگ نیست؟ چون یهود و نصارا در مقابل این در حقیقت تسلیم محض بودن، تسلیم مقید قرار دادن. یعنی چه تسلیم مقید قرار دادن؟ یعنی نؤمن و ببعض و نکفر و ببعض، یعنی اونی که تصمیم میگیره چی رو قبول بکنن و چی رو قبول نکنن کی هستش؟ خود ما. این میشه تعین رنگی. این رنگ در حقیقت چی هستش؟ این رنگ در مقابل اون اطلاقه، این حقیقتاً خودش رو خدا فرض کرده، چون اون چرا که به نفعش قبول میکنه و تسلیم میشه و اون چرا که به نفعش قبول نمیکنه و تسلیم نمیشه و تغییر میده. اینا رنگ‌های دیگه است. در مقابل این رنگ اطلاقی چیه؟ رنگ‌های دیگه است. بله، یه موقع یه کسی یه مسئله‌ای رو، معصیتی ازش مرتکب شده، اما نسبت به معصیت نادمه، پشیمانه، معصیت میدونه این رو، اینم تسلیمه، اینم داخل در تسلیمه، البته با حفظ مراتب تسلیم. اما یه کسی میاد معصیت رو چی نشون میده؟ طاعت نشون میده، میاد این در حقیقت رنگ غلط رو رنگ الهی نشون میده. خب اونجا البته دیگه اون میشه چی؟ اون از نحن له مسلمون خارج میشه. لذا یهود و نصارا این کار رو کردن، خودشون رو از تحت طاعت مطلق الهی و تسلیم محض خارج کردن، اضافه کردن اونچه را که میدانستن به نفعشونه و حذف کردن آنچه را که فکر میکردن به ضررشونه. این یه رنگ دیگریه. این تایید نکرده که اگر در مثلا مثنوی میگه چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد، این بیرنگی اسیر رنگ شد، بیرنگی اون اطلاقه، اسیر رنگ شدن نه مراتب اون حقیقت، بلکه چی؟ بلکه اون تعین‌هایی که مدعش و منشأش غلطه و همه، مثل که یهود و نصارا اضافاتی که خودشون کردن، حذف‌هایی که خودشون کردن، و الا اونی که در مرتبه یک ایمانه، اونی که در مرتبه دو ایمانه، اونی که در مرتبه ده ایمانه، اونی که در مرتبه ده با این دعوایی نداره، چون می‌یابد که این تو این رتبه محفوظ هست، می‌فهمه که این دعوا از اون طرف نسبت به این. اگر هم این دعوا می‌کنه، می‌دونه که دعوای اینم چی هستش؟ دعوای اینم به لحاظ این است که بیش از این نمیدونه، هرچند از اینم غلطه، باید حواسش باشه که بداند که مراتب بالاتر در کار، آخرین مرتبه مرتبه این نیست، تقص حد صحیح اینه که آدم بفهمه این رتبه ایمانی که داره آخرین مرتبه نیست، بالاتر از این هم امکان پذیره. نسبت به آنچه که نمیداند، انکار نسبت به آنچه که انسان نمیداند روا نیست،
بله اگر چیزی را یقین کرد که غلط با دلیل، البته اونجا انکار صحیحه. پس هم تصدیق با اندلیل باشد، هم انکار اندلیل باشد. اما اینها این گونه نبود، انکارشون اندلیل نبود، تصدیقشون هم اندلیل نبود، لذا اینها تسلیم نبودند. لذا در مقابل اینها داره بیان میکند که سبقت الله، این رو داشته باشید، این رو در حقیقت بگیرید که خود سبقت الله، دقت میکنید، بگیرید سبقه الهی را که سبقه الهی تسلیم مطلق بودنه. و من احسن من الله سبقه، این رنگ که رنگ تسلیمه، رنگ اطاعت پذیری و عبودیته، رنگ عبودیته، عبودیت مطلق است. این احسن من الله، این بالاترین رنگی است که از خود جانب خدای تعالی برای شما چی شده؟ قرار داده شده است. و احسن من الله سبقه، از سبقه بناءن نوع من الصبر، که این خودش در حقیقت سبقه مثل جلسه نوعی از رنگه که یک نوع تحول در وجود ایجاد میکنن، که این تحول تحول تسلیم مطلق شدن، تطابق تشریح با تکوین، مثلا قرار دادن تطابق تکوین، تشریح با تکوین قرار دادن، این تطابق میشه این سبقه جلسه، نوع من از سبقه، نوع من از رنگ، نوع من از سبقه، ای باز ایمان المذکور سبقتون الهیه لنا، که این ایمان ما که طاعت محض و اطاعت محض است، سبقتون الهیتون لنا و هیه احسن و سبق. این احسن و سبق یعنی متعین بودن این سبق، نه احسن بودن به معنای در مقابل حسن بودن. لا سبقت، لذا نفی بلا فاصله در مقابل این احسن بودن چی رو میاره؟ نفی دو شق دیگر رو میاره. لا در حقیقت سبقت الیهودیت و نصرانیه به تفرق فی الدین و عدم اقامه دین، که اونها اصلا اقامه دین نبود بلکه هوسهای اینها بود، هوسهای. لذا در دین عیسی و دین موسی علیهم السلام همون دین حنیفه، اما یهودیان و نصارا چی هستن؟ اونو تغییر دادن مطابق میلشون، چنانچه ممکنه مسلمان ها در بینشون دین رو تغییر بدن مطابق میلشون. در حقیقت او دیگه اسلام نیست، او در حقیقت چی هستش؟ او اتصال پیدا میکنه به صفات دیگری مثل یهود و نصارا. خب تا اینجا با توجه به اینکه این آیه تکمیلی برای قبله، بهتر بیم این دوتا آیه با هم معترضن؟ حالا بعضی دوتا آیه رو آوردن، اما بعضی خواستن بگن که در مقابل جوابه، چون این صریحه در مقابل جریان یهود و نصاراست که اینها گفتن کونو هودن او نصارا تهتدو، اینجا میفرماید سبقه الهی که همون فطرت ابراهیمی است، داره عطف و ناظر به همون آیه اوله که سبقت الله همون فطرت الله، همون دین حنیفه، همون ایمان اسلام ابراهیمی است که این سبقت الله است. لذا ارتباط این با آیات قبل کاملا محفوظه، دقت میکنید. اما اونجایی که بحث شقا بود و کفایت الهی بود و آیه در حقیقت این اهتدا بود، خطاب به این که موعظه کرد اینها رو، در اون موعظه در حقیقت میشه جمله رو معترضه گرفت. و نحن له عابدون، این نحن له عابدون همونجور که قبلا آیه داشتیم نحن له مسلمون که عرض کردیم اینا به صورت اسم فاعلی میان، یعنی چی داره؟ ثبات داره، یعنی اسلام، اسلام دائمی، نه اسلام گاهی و غیر گاهی نباشد. نحن له مسلمون، اینجا میگه نحن له عابدون، یعنی کی اهل اون سبقه الهی است؟ کسی که در عبودیتش دائمیه، نه هر که حبس میکنه اهل عبادت بشه و گاهی اهل عبادت نباشه. نحن له عابدون یعنی عبودیت تامه. نحن له عابدون که جمله به صورت هم اسم فاعلی است، جمله اسمیه است، و نحن له عابدون که این تثبیت و دوام و استمرار رو توش میرسونه. اگر هم خطایی ازش سر میزنه در مقام عبودیت دنبال جبرانشه، اینجوریه که بگیم فقط معصوم رو شامل میشه، دقت میکنی؟ دنبال در حقیقت جبرانش هست، این رو نمیچسبونه به اسلام خطاشو که بگه اینم جزء اسلام هست. چنانچه یهود و نصارا خطاشون رو چسبوندن که نحن احباء الله و عبداءش، ما در حقیقت قوم برتری، اینها رو چسبوندن بهش دیگه. میفرماید که بعد هم سبقت الله و من احسن من الله سبقه و نحن له عابدون، نحن له عابدون فی موضع الحال و هو کبیان علت قوله سبقت الله، که این نحن له عابدون علت و بیان برای چی هستش؟ بیان علت برای سبقت الله. سبقت الله رو چی باعث شد؟ عبودیت. سبقت الله رو چی باعث شد که سبقت الله محقق بشه، رنگ الهی به انسان بخوره؟ عبودیت، همون ولایت میشه.
که عبودیت همون چی هستش؟ ولایتی که عرض کردیم، از یک طرف میشه عبودیت، از طرف دیگری میشه ربوبیت، که این حلقه دو طرف دارد، اضافی است. از یک طرف میشه عبودیت محض، از طرف دیگری میشه ربوبیت محض. نحن له عابدون. پس سبب سلقت الله، اینم تعبیر یک کلمه است اما خیلی عالیه، که سبب رنگ الهی گرفتن و رنگ، چون رنگ وقتی که میاد دیگه اون رنگ ملکه شدنه، این رنگ دیگه از او تراوش هرچی میکنه مطابق اون رنگه. این رنگ زدن عرض نیست، این رنگ شدن، رنگ شدن چیه؟ جان و وجوده، یعنی تار و پود وجود این میشه از این سنخ، این سبت الله. نه مثل رنگ های بیرونی که این رنگ عرضه، ممکنه با یه رنگ دیگه چی بشه بعدن؟ عوض بشه و این زائل بشه، ذات واقعی این رنگ. نه، اگر سبت الله شد که از عبودیته، عبودیت در تار و پود وجوده انسان عابد داخل میشه و جدا شدنی نیست. لذا همون بحثی که در توها هفت عرض کردیم، کسی که اعمالش منافات نداره جای بیدلی برده، بسم الله یه صلوات هم بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد رجل فرج. لذا در حقیقت این دوا و ثبات دست شما درد نکنه، انشاءالله خدای بالا هممون رو از کسانی قرار بده که با ولایت رابطه داریم. یه صلوات دیگه هم بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد رجل، انشاءالله یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، در تمام وجودمون انشاءالله در تار و پود وجودمون محقق بشه. فقط هم مفهومی نباشه، یعنی واقعا به یه حکم الهی که میرسیم بیان کردن، همینجور یفرحون در حقیقت لفرحنا در اطاعت او، و یحزنون لحزننا در ترک او. اگر ما تارک باشیم میدانیم که اونها محزون میشن و ما هم محزون، یا اگر میبینیم یه حکمی ترک شده محزون باشیم، همچنان که اون صاحب شریعت، صاحبان شریعت محزونن. انشاءالله این تو وجودمون نحن له عابدون که سبقه الهی هست محقق بشه. بله عرض کردم، بعضی ها خواستن در حقیقت بیان بکنن که اگر کسی جانی دنبال هدایت بالاتر هست، مثل اونجا که گفت ای اهل ایمان، ایمان بالاتر بیاری، اگر ایمان بیاری اهتدا و دقت بکنی، این یعنی ایمان بالاتر، یعنی سبقه الهی. اون تا سبقه الهی حسن و احسن ندارد، یعنی الان متعینه، نمیتونی بگیم الان دین شما حسنه و این چی که اومده احسنه. چرا؟ چون اون دینی که اینها در حقیقت بیان دارن میکنن او حسن نیست، او تعین یافته افکار اونهاست. بله اگر دین موسی و عیسی علیهم السلام بود، او دین حنیف همینه، اون دوتا نیست که این حسن باشه و اون احسن. این در حقیقت نحن له مسلمون یه اسلامه، همه در حقیقت انبیا یه بیان دارن. دقت میکنید اگر در یه جزئی هم اختلاف، و اختلافات مربوط به چیه؟ مربوط به قابلیت هاست، و الا اون چیزی که از اون طرف هست یه. لذا اونجا دو تا نیست که حسن باشه که احسن باشه. لذا احسن بودن تعینه، امکان ندارد که قیاسی باشد و افعال و تفضیل باشد. عرض کردم رنگ، الان انقلابات رنگی که دیگه خلاصه خیلی انقلاب‌های رنگی دیگه نوز گرفته، یا تبلیغات انتخاباتی بر اساس یه رنگ خاص دیگه داره الان خیلی برای خیلی ها طبیعی میشه. و هرچند این رنگ ها همه چی هستش، همه رنگ ها یک نوع در حقیقت علم نداره انسان از استفاده بکنه برای جا انداختن یه مطلبی، چون خدای تعالی در از رنگ خیلی است، خودش در حقیقت مبدئیت رنگه. هزار هیچ رنگی در مقابل اون حقیقت الهی، رنگی با رنگی از جهت رابط خدای تعالی با اونها فرقی نمیکنه، چون همه مخلوق الهی هستن. حالا چه رنگ رو طول موج بگیرن، چه رنگ رو یک در حقیقت عرض بیرونی بگیرن، چه هر چی که بگیرن فرقی مخلوقه دیگه. درست نسبت خدای تعالی با رنگ ها علی سباز، همه رنگ ها هم مخلوق الهی هستن و رنگی دون رنگی ترجیح ندارد. بله و
وقتی که خدای تعالی میخواد بیان بکنه بعضی از رنگ ها نسبت به انسان آثار ویژه دارن. مثلا وقتی که همون تو سوره بقره داشتیم آیاتی که در رابطه با اون گاوی که باید ذبح میشد که فرمود لون فاقون تسر الناسن، اگر یادتون باشه که زرد رنگی باشه که سرور ایجاد میکنه در نگاه، وقتی که انسان نگاه میکنه ایجاد سرور در دلش میشه. خب معلومه که این اثر ویژه داره. از همین که رنگ ها تأثیر و مبدع تحول و تغییر در وجود انسان و تأثیر میشن، از همین استفاده کرده خدای تعالی، همین رو برده توی مرتبه باطنی که میتونه روح هم رنگ های مختلفی بگیره، که تعین ها رنگ هاست. حتی در حقیقت اگر رنگ های اصلی و فرعی داریم میشه کم تشابهی بین در حقیقت اون رنگ های روحی اصلی و فرعی پیدا کرد. اون وقت میشه در حقیقت مبدعیت جامع برای همه در حقیقت رنگ ها پیدا کرد، همه از اون نشأت میگیره. اما هر رنگی در این حال یه تعین خاصه، یه شکل خاصه، یه اثر خاص داره. بله، خب بله، این سبقتون من الله، یعنی سبقتون من الله، یعنی تعبیری که کردن که آیا این سبقت الله یعنی سبقتون من الله یا سبقتون لله. اگر سبقتون من الله باشه یعنی خدا این رنگ رو ایجاد میکند و رنگ آمیزی رو میکند، اما سبقتون لله باشد یعنی مؤمن در حرکتش داره این رنگ رو ایجاد میکنه، غلط نیست. اما سبقتون من الله خیلی عالی تره و عمیق تره و دقیق تره و منحصر میشه به اون اطلاق. اما سبقتون لله در قصی هستش به صلاح رنگ های تشبیهی رو شامل میشه که مراتب حرکت باشه. البته خب الحمدلله که سبقه الهی برامون تمایزش با سبقه، هر جا اراده نفسانیه در کار باشد میشه سبقه غیر الهی. هر حالا ممکنه من مؤمن به تمام عقاید و احکام باشم اما چیه؟ در عمل خطا بکنم و انجام به همین مقدار سبقه الهی شامل حالم نشده، چون انانیت من داخل شده دیگه. انانیت یعنی مبدعیت سبقه غیر الهی. این سبقت الله از سبق رنگ های بیرونی نیست که تمایز اینجوری داشته باشن، همه مخلوق هم، همه خوب هم. اما ممکنه یکی این اثر رو داشته باشد دیگری اثر دیگری داشته باشد، درسته؟ تو عزا سیاه پوشیدن ممدوحه، درسته؟ مثلا تو عروسی سفید پوشیدن ممدوح باشه یا مثلا رنگ دیگری پوشیدن ممدوح باشه، اینا هر کدام مؤثرن و برای انسان اثر میشه. اون این رنگ ها اینجوری نیست، این رنگ ها یک رنگه که رنگ اطلاقه فقط در وجود انسان نافعه، بقیه رنگ ها در نگاه معنوی رنگ هایی هستن که انانیت شده. پس یک رنگ اونجا در مقابل رنگ های دیگه که همه ناخالصن، همه انانیت شده. در اینجا می فرم قول تعالی قل اتحاجوننا فی الله، آیه شریفه، و هو ربنا و ربکم و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم و نحن له مخلصون، که این آیه شریفه میگه شما با ما در مورد خدا چرا محاجه میکنی؟ راه احتجاج و محاجه کردن در مورد خدا علامه میفرماید در یکی از این سه جاست، یا ما یکی رو در حقیقت خدا بدونیم شما یکی دیگر رو، که میگه محاجه میکنید که اون اله ما اله هست نه اله شما. اینجا یه جای احتجاجه، میگه این که در حقیقت بین ما و شما دو خدا در کار نیست، ما به خدای واحد احد قائلیم، شما به خدای واحد احد قائلیم. با کی خطاب داره میشه؟ با اهل کتاب، با کسانی که خودشون رو منتسب به ادیان ابراهیمی میدونن. میگه اینجا یه جای محاجه نیست، که وقتی ما و شما در اصل این که خدای واحد در کاره در حقیقت چی هستیم؟ مشترکیم. پس نسبت به این مسئله جای احتجاج نیست. ممکنه بگیم جای احتجاج در جایی باشه که اصل خدای تبارک و تعالی واحد باشه در موردمون، اما نسبت خدا با یکی از ما نزدیکتر باشد، با یک قومی نزدیکتر باشد از قوم دیگری، اینم که راه ندارد نسبت به خدا. چرا؟ چون او ربنا و ربکمه، یعنی رب هم است. اگر رب هم است و خدای تبارک و تعالی نامتناهیه، نسبتش به همه موجودات علی‌السوا است یا نیست؟ میشه بگیم خدا به این نزدیکتر از دیگری است؟ اگر گفتیم خدا به این نزدیکتر از دیگری است، اگر گفتیم خدا به این نزدیکتر از دیگری است، اگر یه موقع در سوره واقعه و نحن اقرب الیه منکم، این نسبت به هر کسی صادقه، یعنی نسبت به این هم صادقه، نسبت به دیگری هم صادقه. این کل واحد از اینها رو، این آیه نحن اقرب الیه منکم صادقه، خدا به او نزدیکتر از بقیه است، یعنی میخواد بگه او با یه فاصله نسته که خدا تعالی نزدیکی و قربش با فاصله نیست، قربش بر احاطه است، درسته؟
لذا اینجا خدای تعالی وقتی قربش احاطیه به همه، قرب احاطی، قرب و بعدی که ما میشناسیم که نزدیک و دور داشته باشه در کار نیست. لذا پس یکی از اسباب احتجاج اون بود که دو خدا باشد، اون بخواد ثابت کنه خدای من حق است. یه جای دیگه این بودش که بگیم که درست خدا واحد است، اما خدا به ما نزدیک، نحن احباء الله و عبدا، و ما خدای برگزیده ایم دیگه، ما قوم برتریم، قوم برتریم، خدا در حقیقت با ما نزدیکتر است، با شما چی هستش دور تا. خب نمیشه ربنا و ربکم، خدای تعالی همون جوری که نسبت به شما عقاب میکنه نسبت به دیگران هم عقاب داره. این اکرمکم عند الله اتقاکم، شعوب و قبائل همه چی بود برای شناختن ما نسبت به هم دیگه بود، و الا تمایزی نسبت به خدا ایجاد نمیکرد. قسم سومش این است که ایشون میفرماید که قسم سوم این است که ممکنه در حقیقت بگیم که ما یه اعمالی انجام میدیم، شما یه اعمال دیگری انجام میدید نسبت به این عبودیت، این اعمال هامون سبب امتیاز بشه با این خدای واحد رو میپرستیم. میفرماید که اگر عمل من در وجود شما که اثر نمیذاره، عمل شما هم در وجود من اثر نمیذاره، لنا اعمالکم و لکم لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، هر کدوم هم عمل، نه عمل شما رو به حساب من نیز نمیسن، نه عمل من رو به حساب شما نمیسن. این مال اونجاییست که اعمال هر کسی مختص به خودشه، نه اعمال من یعنی امر به معروف، من تارک امر به معروف باشم میگم پس لنا اعمالنا و لکم، عیسی به دین خود، موسی به دین خود، این نسبت به اون اعمالی است که بگه تو داری نماز میخونی پیش خدا، منم دارم نماز میخونم، نمیتونی تو بگی که تو عمل نداری، منم با اون عملی رو که یافتم صحیحه و از دین خودم دارم انجام میدم، اونی که احساس میکنم خدای من گفته دارم، تو هم داری اون عملی رو، لما اعمال رو نبردکم، پس احتجاج کجا میخواد؟ لذا میگه اینجا جای احتجاج نیست، اینکه فلمتها قلعتها جوننا فی الله انکار لمحاجت اهل الکتاب المسلمین فی الله سبحانه، که اهل کتاب و مسلمین محاجه می کردن فی الله سبحانه، و قد بیان وجه الانکار و کون محاجتهم لغوا و باطلا به قوله و هو ربنا و ربکم و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، تازه بعد از اینها نحن له مخلصون، ما نسبت به اون اعمالی هم که انجام میدیم غیر از اون که احتجاج شما نمیتونید به ما بکنید که چرا، تازه ما برای خدا فرزند هم قائل نشدیم، شریکی هم قائل نشدیم، اخلاص در عملمون هم در همون آداب عبودیمون هم قوی تره که نحن له مخلصون، ما اخلاص بیشتری هم بخشیم، بچه تو شما با چی میخواد علیه ما احتجاج کنید؟ حالا بیان میکنه و بله و بیان ان مهاجت کل تابعن فی مطبوعه ما و مخاصمت ما فی، دو نفری که تابع دو مطبوع باشن اگر میخوان در حقیقت مهاجه بکنن و مخاصمه بکنن، فی انما تكون لعهد امور ثلاثه، این مال اختصاص کل من التابعین به مطبوع دون مطبوع الاخر، هر کدام یه خدایی رو دارن، بعد میان دعواشون میشه سر این که خدای من حق است خدای تو، فیوریدان بالمهاجه کلون تفضیل و مطبوعهی و ربی علالآخر، هر کدام میخوان مطبوع و رب خودشون رو بر دیگری ترجیح بدن، کلمهاجه بین وسنی و مسلمه، اینجا راه داره بین وسنی بودپرست و مسلمان، مسلمان به معنای عامش رو اطلاق بکنید، بین در حقیقت کسانی که اهل تسلیمن نسبت به خدای واحد با وسنی ها که خدایان متعدد بت‌ها، اینجا احتجاج جا داره، اما نسبت به اهل کتاب و مسلمانان چی؟ راه نداره، چون یه خدای واحد هو در حقیقت همون یکی ربنا و ربکم، و این مالکون دو و این مالکون کل واحد من هما و احد هما یورید و مزید و اختصاص به، که بگه خدا با من یه نسبت ویژه دارد، ما رو اصلا از ابتدا برتر خلق کرد، همه مردم دیگه مثل حیوان باید در خدمت ما باشن، ما رو از ابتدا اینجور خلق کرده هستن که از اون طرف میخواد چیکار بکنه، نسبت تفضیل رو نسبت به خدای تعالی نسبت به اونا قرار بده که بگه ما قوم برتریم. میفرماید که و این مالکون کل واحد من هما او احد هما یورید، و هر کدام یا یکی از اونها یورید و مزید و اختصاص به و ابطال و نسبت رفیقه او قربه او مایش بزاله بعد کون المطبوع واحد، بعد از اینکه هر دوی خدا رو میپرستن، اینم یه دسته که میگه اینم راه نداره، درسته؟ چون یک بود رب بنا و رب بکن چی بودش؟ واحد بود دیگه، و رب واحد قرب مطلق دارد، از اون طرف تبعیض در قرب معنا ندارد،
ندارد چون نامتناهی در قربه است. و این مالکون احد اما زا خصائصه و خصاله که لا ینبغی ان ینتسب الى هذا المتبوع و فعال او زا کالفعال. میگه یا یه طرف بگید یه چیزی باشه که تو اعمالی که داره انجام میده این اعمال شایسته نباشد نسبت به اون ربی که قبول میکند، موجبا لحد که لکونه موجبا لحد که هی او سقوطه هی او غیر ذالک فهذه الى المحاجه و المخاصمه بین کل تابعین و المسلمون و اهل الكتاب انما یعبدون الها واحدا. پس دو تا نیستن که محاجه داشته باشه. و اعمال کل من الطائفتین لا تزاحم الاخرى شیئا، اعمال هر کدوم من با دیگری مزاحمت نداره. یعنی اینجوریه که اون بخواد عمل انجام بده من نتونم انجام بدم، یا اگه من میخوام انجام بدم اون نتونه انجام بده، مزاحمت ندارن با هم دیگه. لا تزاحم الاخرى شیئا و المسلمون مخلصون فی دینهم تازه لله. این اضافه شه در همین اعمالشون اخلاص رو بیشتر تازه رعایت میکنن. پس چه سببی برای محاجه باقی میمونن؟ فلا سبب یمکن ان یتشبث به اهل الكتاب فی محاجتهم و لذلک انکر علیهم محاجتهم اولا ثم اولا به صورت مطلق که اصلا چرا لمت تهاجون نافی الله، اصلا چرا محاجه میکنید؟ بعد از اینکه تهاجون نافی الله به عنوان عام میاد بیان تفصیلی میکنه که هو ربنا و ربکم درسه لنا اعمالنا و لکم، تفصیل این سه ادعا رو بیان میکنه. ثم نفع واحدا من اسباب الثلاثه در مرتبه دوم ثانیا، یعنی در مرتبه دوم تفصیل بیان میکنه. این دیگه میخواد این یه چند خط هم بخونیم. هم تقولون ان ابراهیم الی قوله و کانو بودن او نصارا که در آیه میفرماید که هم تقولون پرولکی میشه، پرولکی میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.